اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم و قتلتهم و ظالميهم اجمعين. السلام على علی الكبير. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و این روز خجسته رو ابتدا خدمت آقا و مولا امام زمان علیه السلام تبریک عرض می کنم و همچنین خدمت تک تک شما بینندگان که همراه ما هستید. امیدوارم که در این روز که دل ارباب عالمین ابا عبدالله الحسین علیه السلام به یمن میلاد آقازاده بزرگوارشون شاد هست، دلهای همه ما رو با ایدیهای خاص شاد بفرمایند. در خدمت کارشناس محترم برنامه حاج آقای بهرمن هستم و برنامه معراج رو خدمت شما تقدیم میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. تبریک عرض میکنم ایام. و رحمت الله و برکات و اسعد الله ایامکم. خیلی ممنون و متشکر از لطف شما خدمت همه بینندگان محترم و عزیز. سلام و عرض ادب دارم. میلاد با سعادت حضرت آقا علی اکبر علیه السلام را محضر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک عرض میکنم. انشاءالله امیدوارم همه عزیزان در این روز محترم مشمول دعاهای خیر اون حضرت باشن. انشاءالله انشاءالله. خب در برنامه گذشته در خصوص عوامل نجات گفتگو کردیم و اینکه در ابتدا بایستی اقتدا کردن به رسول الله صلی الله علیه و آله رو در برنامه خودمون قرار بدیم و این پیروی کردن و اقتدا کردن بایستی به صورت قلبی و عملی باشه، یعنی که مستلزم باشیم به اجرای دستورات الهی. این مطالب رو خدمت بینندگان عرضه کردیم و وعده شد که انشاءالله بحث رو ادامه بدیم در این روز و بعد از دیدن حدیثی بر روی پنجره برنامه انشاءالله خدمت شما هستم و گوش میکنم به مطالب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. دین مبین اسلام تعالیمش یک تعالیم کامل و جامع، همینطوری که وظایف فردی و شخصی را
بر ما لازم کرده، همینطور در قبال اجتماع هم وظایفی بر عهده ما گذاشته، نه فقط در خصوص خود و خانواده خود وظیفه داریم که فرمود خودتون و اهل بیت خودتون را از آتش جهنم حفظ کنید، بلکه نسبت به جامعه و مجتمع هم حتما تکالیفی بر عهده ما نهاده شده از طرف خدای عز و جل و نسبت به اونها همه مسئولیت داریم. بنابراین باید دید نقصی که در جامعه پیدا می شود چگونه اون نقص را باید برطرف کرد. اگر در جامعه ما جهل حاکمه، وظیفه ما اینه که جهل رو تبدیل کنیم به علم. اگر در اجتماع ما فقر حاکمه، باید تلاش کنیم فقر به غنا تبدیل بشه. اگر در جامعه ما ظلم و بی‌عدالتی حاکمه، باید تلاش کنیم تبدیل کنیم ظلم را به عدالت. هر نقصی که در جامعه هست باید تلاش کنیم آن را تبدیل کنیم به احسن، تبدیل کنیم به وجه مثبت. سلبیات جامعه را باید عوضش کنیم. و انسان نمیتونه بگه من در قبال اجتماع مسئولیت ندارم، فقط وظیفه دارم خودم را نجات بدم. نه، باید خود و دیگران را نجات داد. و این درسیه که ما از حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا علیه السلام در این خطبه فدکیه میتونیم بیاموزیم. همچنانی که فرزند شهیدش سید شهدا علیه السلام هم خون قلب خودش را داد برای نجات مردم. جایی که ما احساس کردیم و احساس میکنیم که جامعه در هلاکت است، باید اون هلاکت را تبدیل کنیم به سعادت. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کسی به اندازه توانش باید برای این کار فعالیت بکنه. عرض کردیم یکی از عوامل نجات اینه که مردم رو با خلقیات پیغمبر اکرم اونها را آشنا کنیم. وقتی جامعه با خلق پیغمبر اکرم آشنا شد، خلق پیغمبر که قرآن کریم دربارش میفرماید انک لعلی خلق عظیم، اخلاق بسیار عظیمی آقا رسول الله داشتند. و اینکه مردم فوج فوج گروه گروه روی می آوردند به اسلام، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، عاملش زور نبود، عاملش جبر نبود، عاملش شمشیر نبود، عامل آن اخلاق پیغمبر اکرم و اخلاق اهل بیت بزرگوارش. این باید کاملا شناخته بشه، باید جامعه آشنا بشن با روش و سیره عملی آقا رسول الله و اون را در زندگی خودشون پیاده کنن، نقل میکنن در تاریخ. وقتی خیبر فتح شد، که خیبر مجموعه 7 قلعه بود که در اختیار یهودیان خیبر بود، خیبر در حدود 200 کیلومتری شمال مدینه منوره است که آثارش، آثار خیبر همکنون موجوده. وقتی خیبر فتح شد، غنایم فراوانی به دست مسلمانان افتاد که معلومه این فتح خیبر به برکت وجود مبارک مولای متقین امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین بود. از جمله غنیمت هایی که گیر مسلمان ها افتاد، نوشتن 4000 کاسه طلا بود، چون یهودی ها علاقه فراوانی به دنیا دارن، هرچه تلاش میکنن برای زندگی دنیایشون تلاش میکنن.
یود احدهم لو یعمر الف سنه. قرآن می فرماد این یهودی ها هر کدومشون دوست دارن که عمر هزار ساله داشته باشن، لذا تلاششون در دنیا برای پیدا کردن عمر هزار ساله، برای عمر هزار ساله تلاش میکنن. از این جهت طلا جمع کرده بودن، کاسه های طلا 4000 تا افتاد به دست پیغمبر اکرم. آقا رسول الله آستین ها رو بالا زدن، همونجا شروع کردن این غنیمت ها را بین رزمنده هایی که حاضر بودن تقسیم کنن. خب خودشون هم چون در میدان جنگ بودن و جزو غزوات حساب میشه جنگ خیبر، آقا رسول الله هم سهمی داشتن، سهمشون رو جدا کردن، فرمودن کدوم یک از شماها حاضرید یه قدری از سهم خودش را به من ببخشه. اونها که صدای حضرت را شنیدن متوجه بودند که آقا رسول الله بی جهت این را نمی‌فرماد. هر کدوم یه مقداری از سهم خودش را بخشیدن به آقا رسول الله. یک کومه ای از این کاسه ها جمع شد، حضرت نگاه کردند، شخصی را انتخاب کردند، بهش فرمودن بلند شو این کاسه ها را بردار ببر مکه، ببر مسجد الحرام. ابو سفیان با اطرافیانش جلسه دارن و اینها را از طرف ما به ابو سفیان بده، بگو ما جنگیدیم، غنیمت گیرون اومد، اینم سهم شما. حالا ابو سفیان سردسته مشرکین، سردسته مخالفین، دائما در توطئه است، در نقشه بر علیه مسلمون هاست. این چه اخلاقیه که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله دارن. وقتی ابو سفیان این غنیمت ها را دید، قطعا درش اثر میگذره. خیلی ها ممکنه این قصه را در تاریخ مطالعه کنن، قصه تاریخی را مطالعه کنن، ممکنه با خود بگن یعنی چه آقا رسول الله طلا را بدن به دشمن خودشون. اثرش را چند سال بعد میبینیم مکه فتح میشه توسط پیغمبر اکرم و لشکریانش. مکه ای که پیغمبر ازش مخفیانه اومدن بیرون از ترس دشمن، مکه ای که جای امن و امنیت برای رسول الله و یارانشون نبود، تمام مکه، خانه های مکه، اموال مکه، تمامش در اختیار پیغمبر اکرم قرار میگیرد. این به واسطه اون بخششی که آقا رسول الله یک دو سال قبل کردن، این اثر اون خلق عظیم آقا رسول الله. یعنی مکه فتح می شود بدون اینکه قطره خونی از بینی یک مسلمانی ریخته بشه. این هنر اسلامه که جنگش جنگ بدون کشتاره، فتحش بدون کشتاره، بدون اینکه کسی کشته بشه. این هنره. بله نمونه که بله. ارائه بشه و مردم آشنا بشن. واقعا بعد یه شخصی جوانی بود تندرو، خب جوان احساساتیه، پرچمدار بود، شروع کرد به شعار دادن الیوم یوم المنقمه، امروز روز انتقامه، باید انتقام ابو سفیان و مشرکین مکه را ازشون بگیریم. اینا 13 سال ما را اذیت و آزار دادن، ما را در حصر و فشار اقتصادی و تحریم اقتصادی قرار دادن، خلاصه اموال ما را اینا مصادره کردن، خانه های ما را از ما گرفتن، جوان های ما را کشتن، بنابراین باید امروز ازشون انتقام بگیریم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اشاره کردن به مولا امیرالمؤمنین علیه السلام که این شعارش خاموش بشه. حضرت با اسبشون آمدن کنار او
و پرچم را از دستش گرفتن و شعار را عوض کردن. شعار دادن الیوم یوم المرحمه. امروز روز انتقام نیست. امروز روزیه که باید دیگران مزه رحمت الهی را باید بچشن. خب انک لعلی خلق عظیم. این آقا علی اکبر علیه السلامی که امروز روز میلاد با سعادت این بزرگواره، خلق و خویش خلق و خوی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که در حدیثی که تمام ارباب مقاتل نقل میکنن این حدیث را از آقا امام حسین سلام الله علیه که وقتی جوانشون حضرت آقا علی اکبر عازم میدان می شدن فرمودن اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدای تو شاهد باش که من فرد معمولی را نفرستادم به سوی این مردم. لقد برز الیهم غلام اشبه الناس. الله اکبر. جوانی را دارم به سمت این مردم می فرستم که او شبیه ترین تمام مردم، اشبه الناس به رسولک، به رسول خدا شبیه ترین مردم بود. دیگه این همه رو بیرون کرد تو این اشبه الناس. هیچ کسی همچون آقا علی اکبر شباهتش به رسول الله مانند او نبود. هیچ کس نبود. اشبه الناس به رسولی که خلقن و خلقن و منطقا، صورت و چهره چهره آقا رسول الله که بعد از شهادت آقا رسول الله بعد از چندین سال یک کسی به هوای پیغمبر اکرم آمده بود برای مدینه منوره و خیلی دلش تنگ رسول الله شده بود، بهش گفتن ناراحت نشو، میخوای شبیه رسول الله را ببینی بلکه خود رسول الله را. او را بردن نزد حضرت آقا علی اکبر علیه السلام، گفت خدا شاهده این همون رسول اللهی که من قبلا دیده بودم، 20 سال قبل مثلا 25 سال قبل دیده بودم، این آقا عیناً همون آقا رسول الله. این از جهت خلق یعنی شمائل، صورت. خلق، خلق و خوی آقا علی اکبر علیه السلام همچنین خلق و خوی جد بزرگوارشون رسول اکرم معروف بود در مدینه منوره. هر خانه‌ای که صاحب اون خانه دارای جود و کرمه، بر بام اون خانه یک شعله از آتش روشن می‌کردند که این علامت و نشونه باشد برای کسانی که غریبن و وارد شهر مدینه می‌شدند، این علامت را ببینند که صاحب این خونه انسان کریمیه، انسان با سخاوتیه. وقت نوشتن آتشی که بر خانه حضرت علی اکبر علیه السلام روشن می شده، از همه این آتش ها شعلش بیشتر بوده. یعنی کریم ترین افراد، سخی ترین افراد در مدینه حضرت آقا علی اکبر علیه السلام. گفتارش هم گفتار پیغمبر اکرم به اون شیرینی که آقای امام حسین در ادامه حدیث می‌فرماید ما هر وقت مشتاق وجود مبارک رسول الله می‌شدیم به چهره زیبای علی اکبر نگاه می‌کردیم و به سخنانش گوش فرا می‌دادیم. و چنین جوانی این در این در مثل امروزی به دنیا آمد و آقا امام حسین علیه السلام به خاطر اون عشق فراوانی که به امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشتن نام او را علی گذاشتن و می‌فرمودن اگر هزار فرزند، هزار تا پسر خدا به من بده، من نام همه اونها را علی می‌گذارم، چون علی مشتق شده است از اسم اعلای خدای تبارک و تعالی. علی یونش تقه من ال
علی اسم اعظم خدای عز و جل، لذا نام علی را خدای عز و جل، یعنی نام علی را امام حسین برای فرزندش حضرت علی اکبر علیه السلام قرار داد. اگر ما مسلمان ها واقعا رفتار پیغمبر اکرم را آشنا بشیم که این محتاج داره، محتاج است به مطالعه زیاد حالات رسول اکرم و بخونیم، دائما بخونیم زندگی پیغمبر اکرم را دقیق مطالعه کنیم و جمله جمله مطالعه کنیم و سعی کنیم جمله جمله اون را در زندگی خودمون پیاده کنیم. انشاءالله. بسیار ممنونم از صحبت‌های شیواتون و در این روز از فضائل و مناقب حضرت علی اکبر هم سخن به میان آمد. خدا رو شکر. انشاءالله که ارباب قبول کنن به کرمشون رو این قلیل رو. بینندگان عزیز، با میان برنامه‌ای در خدمت شما هستیم و انشاءالله به استودیو برمیگردیم و سوالات شما رو مطرح میکنیم و پاسخهای اونها رو میشنویم. السلام على علي بن الحسين، السلام عليك يا علي اكبر ارباب. ممنونم بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. ان شاء الله در ادامه برنامه مطالبی که خدمت شما عرضه میشه مورد استفاده همگی قرار بگیره. خب سوال اولی که خدمت شما داشتم این هست که برای یک سال نماز و روزه آیا میتوان از چند نفر استفاده کرد، اونها رو اجیر کرد تا اینکه این نماز و روزه زودتر ادا بشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله، از نظر فتوای حضرت آیت الله شیرازی ایرادی نداره برای اینکه زودتر این نماز شخص مرحوم انجام بگیره و ذمه اون مرحوم نجات پیدا کنه، ایرادی ندارد که 5 نفر 6 نفر این نماز روزه ای که از اون مرحوم به گردن مونده ورثه اون رو در اختیار 5-6 نفر همزمان قرار بدن و انجام بدن تا اون مرحوم زودتر آزاد بشه. بله. طریقه غسل رو برای ما بیان می‌فرمایید. غسل چه غسل جنابت باشه، چه غسل مربوط به خانم‌ها باشه، چه غسل جمعه باشه، چه غسل مربوط مثلا غسل توبه، غسل زیارت، همه
انواع غسل‌ها را به یک روش میشه انجام داد. اولا نیاز دارد به نیت، مثل وضو که نیت میخواد، غسل هم نیت میخواد. اگه کسی نیت نکنه غسلش باطله. غسل به جا می آورم قربتن الالله تعالی، این نیت غسله. بعد از نیت باید آب ریخته بشه به سر و گردن به نیت غسل. بعد آب بریزیم طرف راست بدن به نیت غسل، و سپس آب بریزیم طرف چپ بدن به طوری که آب به تمام اعضای بدن برسه. قبلش باید انسان وارسی کند بدنش را که اگر مانعی از رسیدن آب به بدن هست اون مانع را برطرف بکنیم، چون اگر سر سوزنی مانع باشه و سبب بشه که آب به بدن نرسه، غسل ما غسل صحیحی نیست. بنابراین نیت شستن سر و گردن، شستن طرف راست بدن و شستن طرف چپ بدن. آیا می شود با یک غسل چندین نیت رو انجام بدیم؟ بله، اگر چند تا غسل بخوام انجام بدیم میشد همه اون غسل‌ها رو مد نظر بگیریم. با یک غسل میتونیم همه اون غسل‌ها رو انجام بدیم. و فاصله بین، به عنوان مثال، ریختن آب به سمت چپ بدن و یا به سمت راست بدن، آیا باید به صورت سلسله وار باشه یا اگر بینش فاصله بیفته؟ در فرق هست، یک تفاوت هست بین وضو و بین غسل، ترتیب و مبادلاتش. بله. بله، در وضو علاوه بر ترتیب موالات هم شرطه. موالات یعنی بدون فاصله زمانی، یعنی وقتی که مثلا داریم دست را میشوریم باید آب صورتمون خشک نشده باشه. اما در غسل اینجور نیست. غسل ترتیب شرط هست، لکن موالات شرط نیست. اگر انسان مثلا آب دارد به مقدار شستن سر و گردن، الان این مقدار داره، سر و گردن رو میشوره صبح مثلا، بعد ظهر به اندازه طرف راست بدن آب پیدا کرد طرف راست رو میشوره، و غروب مثلا به مقدار شستن طرف چپ بدن پیدا کرد، بعد چپ بدن رو بشوره، و بعد از شستن قسمت چپ این غسل براش تحقق پیدا میکنه و میتونه اعمال خودش رو انجام بده. بله. سوال بعدی که یکی از بینندگان عزیز مطرح کردن این هست که فرق بین غیبت و تهمت چه هست اصولا؟ غیبت یا در اصطلاح غیبت، درستش اینه، غیبت یعنی پشت سر کسی حرف بزنیم و عیبی که در او وجود داره رو بازگو کنیم در غیابش. هر عیبی که داره، حالا این عیب ممکنه عیب بدنی باشه یا عیب باطنی باشه، هر کمبودی که درش هست که اون دوست نداره بیان بشه و بازگو بشه، اگر چنانچه ما عیب او را، نقص او را پشت سرش بیان بکنیم که باعث ناراحتیش بشه، این غیبت حساب میشه و حرام و جزء گناهان کبیره است. خدای عز و جل وعده عذاب داده است برای این عمل، کار درستی نیست. و قرآن کریم در سوره مبارکه حجارات، که سوره حجارات از سور اخلاقی قرآن مجید، فرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، نباید بعضی از شما مؤمنین پشت سر بعضی دیگرتون حرف بزنید. چرا؟ چون ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا و کرهتموه، این کار شما به منزله
خوردن گوشت مرده برادرتونه. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت مرده برادرش رو بخورد؟ شما اون را کراهت مکروه میدانید، بد میدارید و چگونه پشت سر او سخن میگویید؟ لذا در روایات در حرمت غیبت فراوون از جمله روایت که وقتی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله به معراج تشریف بردن، نگاه کردن در جهنم یه عده دارن مردار میخورن و اینا همون کسانی بودن که در دنیا غیبت میکردن و پشت سر دیگران سخن میگفتن. این در مورد غیبت. پس غیبت نقصی که در برادر دینیمون هست، اون را پشت سرش بازگو کنیم، بیان کنیم به طوری که او ناراحت بشه. اما تهمت افترا بستنه، یک نوع دروغه، یعنی چیزی که در برادرمون نیست را بهش نسبت میدیم. این میشه تهمت. گاهی تهمت اگر تهمت ناموسی باشد که غیر از این که حرامه و غیر از این که گناه کبیر است، مستحق تعذیرم هست، مستحق حدم هست، انسان حاکم شرع میتوند او را در موردش حد جاری کنه. خلاصه تهمت عقوبتش نزد خدای عز و جل بدتر از عقوبت غیبته. بله، بعضی از افراد حالا در خصوص همین غیبت اعلام میکنن که طرف خودش راضی هست ما غیبتش رو بکنیم. آیا این توجیه میشه برای غیبت؟ اگر واقعا راضی باشه، چون میفرماد یاد کردن برادرت به اون چیزی که او ناراحت بشه. پس قید ناراحت شدن در اینجا رضا میگن کسی که متجاهل الفسقه، یعنی فسقش علنیه، اون گناهش آشکاره، یعنی خودش از اینکه گناهش آشکاره بل ابایی نداره، ناراحت نیست، بنابراین پشت سرش کسی حرف بزنه بله هیچ ناراحت نمیشه. اگر ناراحت نمیشه، نه، فرض اینه که نه حرف بزنیم که باعث ناراحتی او میشه و آبروی او را ما ببریم. بله. سوال بعدی در خصوص کنیه ابوالحسن المازی هست که بیننده عزیزمون پرسیدن کدام یکی از امامان رو ما به این کنیه میشناسیم؟ بله، در روایات ما سه تا ابوالحسن داریم. یکی ابوالحسن الاول یا ابوالحسن الماضی، یکی ابوالحسن الثانی، یکی ابوالحسن الثالث. ابوالحسن الماضی، ماضی یعنی گذشته، همون آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، و این اصطلاح شد در زمان حضرت رضا علیه السلام، میگفتن این هم ابوالحسن، اما اون آقا که از دنیا رفته و شهید شده ابوالحسن ماضیه، یعنی گذشته. ابوالحسن ثانی حضرت رضا علیه السلام، و ابوالحسن ثالث حضرت امام هادی سلام الله علیه. بله، خود وجود امیرالمومنین علیه السلام هم که با بله. کنیه ابوالحسن بله. هستن و کنیشون ابوالحسن، اما در روایات امیرالمومنین علیه السلام نامشه. بله، یعنی بدون کنیه یا ابوالحسن. درست. عرض به خدمتتون که آیا یک خانم میتواند لباس‌های کوتاه در مقابل برادرانش بپوشد؟ حدود یک دقیقه فرصت داریم. خدمتتون عارضم، این کار بهتره که انجام نگیره، اگرچه اینها محرم‌های او حساب میشن، برادرهای او محرم‌های او حساب میشن، اما نباید این زن، این خانم، این خواهر لباس‌های مثلا تحریک آمیز بپوشه و لباس هایی که موجب تحریک غریزه جنسی دیگران میشد، این کار را نباید انجام بده. بله. و
بنابراین احتیاط کنه و بهتر است که این کار ترکش کنه. بسیار ممنون و متشکرم از شما، استفاده کردم. امیدوارم باشی. که خداوند به علم شما برکت بده و به همه توفیق عمل. بینندگان عزیز، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. التماس دعا: اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والناس. اللهم